اطلاعیه 1470 کمیته دفاع از حقوق زنان، طرح جوانی جمعیت یا دخالت در حریم خصوصی مردم. در خرداد سال 92، طبق خواسته رهبر جمهوری اسلامی ایران، طرحی تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش سریع جمعیت تهیه شد. هرچند که این طرح در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح شد، اما به سرانجام نرسید. این طرح مجموعه ای از سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری است و شامل سیاست‌هایی مانند اعطای وام 50 میلیون تومانی، اعطای زمین یا تسهیلات ساخت مسکن برای زوجین، پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری و غیره دارد. لازم به ذکر است که این طرح شامل 74 ماده است و در مواد 51، 52 و 54 به صورت مستقیم حقوق شهروندی را نشانه گرفتند. با گذشت کمتر از 10 سال از آن طرح، در نامه‌ای که در روز 11 بهمن ماه 1400 از سوی نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین قضا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های کشور منتشر شده آمده است، در خصوص لزوم اجرایی سازی ماده 51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بایستی موارد زیر رعایت شود. ماده 51، هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، تشویق به استفاده از آنها در شبکه‌های درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. تبصره 2، هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد. هرچند که ممنوعیت فروش و ارائه وسایل جلوگیری از بارداری در ماه‌های گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس رد شد و صرفاً بر سیاست‌های تشویقی این طرح تأکید شده بود، ولی سرانجام ماده 51 این قانون نیز جهت اجرا ابلاغ شد. بر طبق مواد 52 و 54، توصیه پزشکان و کادر مامایی به مادران باردار جهت غربالگری جنین جرم انگاری محسوب می شود. و همچنین بر طبق ماده 54، آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی موظف شدند که اطلاعات مراجعه کنندگان را در سامانه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی دسترسی مستقیم به آن دارد را ثبت آنلاین کنند و بدین ترتیب زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعداً به دنیا نیامد متهم به سقط جنین می شوند. بر اساس آمارهای مجامع بین المللی، ایران سریع ترین افت نرخ رشد جمعیت را دارد و طی 20 سال آینده کشور ایران پیرترین کشور جهان خواهد بود. در چند سال اخیر به دلیل سیاست غلط دولت و سوء مدیریت مسئولان، شاهد تورم افسار گسیخته، مهاجرت بیشمار جوانان به خصوص دختران مجرد، رشد آمار اعتیاد در جوانان به خصوص در زنان و دختران، شرایط بد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری در زنان، رشد بی سابقه فقر، کاهش ازدواج و عدم میل فرزند آوری در زوجهای جوان در جامعه بوده ایم که این فرایندها تأثیر بسزایی در پیر شدن نرخ رشد جمعیت کشور دارند. لازم به ذکر است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده قطعاً باعث افزایش شکاف جنسیتی در جامعه خواهد شد، چرا که این طرح در جایگاه اول زن را به عنوان والدی که بسیار بیشتر از مرد درگیر مسئله بارداری و زایمان و نگهداری کودک است نشانه می گیرد. از این منظر نیز ناقض کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و به خصوص ماده 12 این کنوانسیون نیز می باشد، چرا که ماده 12 دولت ها را موظف می کند که بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند. بدیهی است که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی مردم نقض
صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 16 حق آزادی انتخاب همسر، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و در بند دوم نیز به صورت خاص به حق مادری می‌پردازد. به همین جهت ما فعالین حقوق زنان مخالفت و اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق خانواده به خصوص زنان کشور در قالب طرح جامع جوانی جمعیت اعلام می کنیم و به دولت و عوامل اجرایی به عواقب زیانبار اجرای این طرح در افزایش شکاف جنسیتی، افزایش فقر اقتصادی و فرهنگی و به مخاطر افتادن سلامت جسمی و جنسی زنان هشدار می دهیم. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق زنان. دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.